بینندگان عزیز، با سلام به شما. این آقای مصطفی زاده باید باشه از هلند. آقای مصطفی زاده با سلام به شما. و امروز جمعه، دوستان گفتم براتون چهارشنبه که دو ساعت با ایشون هستیم و ایشون لطف کردن از من دعوت کردن که در قسمت دوم برنامه با ایشون باشم. و شما هم اگر سوالی دارید، همون جوری که باز روز چهارشنبه گفتم، آقای مصطفی زاده گفتن که فقط و فقط به وسیله ایمیل پاسخ میدن، چون میخوان همه چی مکتوب باشه، مستند باشه و الی آخر. ایمیل ایشون خیلی ساده است، در حین برنامه هم زیر این تصویر میذارم. آقای مصطفی زاده سلام میکنم به شما، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای سوربی عزیز. ممنونم و ممنون از این که شما دعوت منو پذیرفتید. زندن الان دعوت جدید میخوام بکنم، میتونیم دو نفره تمام طول دو ساعت رو با هم باشیم. من که اینجا هستم، ولی خب به عنوان مهمان نه، من میشینم گوش میدم، یاد میگیرم. امیدوارم قسمت دوم هم اگر مسئله داشتید تو ساعت اول هم میتونید شما عنوان کنید، یا اگر ایرادی تو حرفای من بود میتونید انتقاد کنید، هر که خودتون سلام دونستید تو ساعت اول هم میتونید بکنید. بسیار عالی، بفرمایید. جناب سوالی، یک سوالی شما در رابطه با یهود و صهیونیسم کرده بودید، میخواید من پاسخشو بدم یا بذارم؟ بله خب، اجازه بدیم برای دوستان بگم که در برنامه قبل، من چون خودم از شیراز هستم، توی شیرازم ما خیلی دوستان کلیمی داشتیم و اصلا محله‌ای بود. وقتی هم از اونجا میخواستیم رد بشیم، مثلا من به پسرمون میگفتم خب میام اونجا محله جودا میبینمت، و هیچ کم ناراحت نمیشد. ولی یادم سالها پیش در تلویزیون رنگارنگ وقتی من صحبت کردم و گفتم این دوستان جود ما، یه خانمی که خودش هم اتفاقا کلیمی بود و شیرازی بود با من تماس گرفت، گفت آقای سوربی، من میدونم شما را میفهمم که شما خصومتی ندارید و از روی غرض و مرض نمیگید، ولی توی شیراز توی ایران اشکالی نداشت، ولی اینجا وقتی به یه نفر میگین جود بهش بر میخوره، اینجا کلمه یهودی یا کلیمی رو استفاده میکنن. این بود که دفعه قبل وقتی ما این صحبت پیش اومد، گفتم آقای مصطفی زاده چون کتابای مختلف رو خوندن در این مورد صحبت کنن. بفرمایید، که اینم توضیح بود که من به دوستان لازم دونستم بگم. بفرمایید. به حضور تو اچاد که به طور کلی دین یهود وقتی به وجود اومد از قوم بنی اسرائیل، اینها به 12 گروه تشکیل به اصطلاح تبدیل شدن و بعدها 6 گروه اصلی تشکیل دادن که بعدا اگر فرصت شد باز توضیح خواهم داد، چون این خیلی دوره درازه. ولی 3 شاخه اصلی وجود داره که یکیش خود یهودی ها هستن که مردمان بسیار خوب جهان وطن هستند، اصلا سر جنگ با هیچ کس ندارند و به دینشون پایبند و خداشون خداییست که از نظر ارمی هم من اثبات میکنم که پذیرفته است. ترجمه میکنیم، هر کس غیر از این میگه من حاضرم باش صحبت کنم. خدای اونها اسمش یهوه نیست، الوهیمه. یهودی ها کسان دیگه هستن که خودشون رو یا از همین قوم هستن که خودشون رو باز یهودی میدونن، ولی اونها فاشیستن، اصلا ربطی به دین یهود ندارن. اینها صهیونیست ها هستن. وقتی خمینی اومد در ایران، گفت صهیونیست باید از صحنه دیکی پاک بشه، از نام صهیونیست. بعد به حضور من توضیح ندارد اصلا صهیونیست که هیچ چیز توضیحی نداد و نگفت کجا میشه اصلا صهیونیست رو پیداش کرد که از صحنه گیجی پاکش کنه. یک گروه دیگه هستن که اینها یهود هستند. یهود ها کسانی هستن که همون
یواش یواش ما چندیمش جهود همون جهادگران یهودی هستن، ولی جهاد در اسلام گاه به شمشی هم میرسه، ولی اینا هرگز حاضر نیستن خودشون رو در صحنه عیان کنن یا کسی بشناسنشون. اینا با نام های جعلی که امروزه اسم دیگه‌ای بهشون میگن، یه اسم میگن که الان از ذهنم بعد میگم خدمتتون، اینا آنوسی ها بهشون میگن، آنوسی ها. این آنوسی ها همون یهودا هستن، اینها پشت پرده با نام های اشتباه و در هر محیطی که هستن همونجا اسم همون محیط به اسمهایی که مورد ستایش و پرستش یا اعتقاد مردم هست اون اسمها رو خودشون میذارن، با این مردم مخلوط میشن فقط برای خرابکاری و زشتکاری و ناراحت کردن و از هم پاشیده شدن اون ملت ها. پس اینجا یهود رو براتون گفتم که مردمان بسیار خوبی هستن، دینشون هم از نظر من کاملا علمیه و پذیرفته شدن، کتابشون هم کتاب چند صفحهی بیشتر نیست. صهیونیست که کتاب عریض و طویل و درازی داره. یهودا هستن که فقط همون فرمانبران صهیونیست هستن به طور نخفی بین همه اشکار اجتماعات بشری زندگی میکنن و جز خرابکاری جز کسافتکاری هیچ کار دیگه ندارن. و دست آخر سوالی بود که من از همه کردم ولی کسی جواب نداد، هیچ کس به این سوال جواب نمیده. میگم یهودی ها آدم های به این خوبی، آدم های به این بیازاری، آدم های به این مظلومی درستی که ناجی بشر هم خواهند بود، چگونه که از اول تاریخ تا حالا توی کتابشون اومده، توی اجتماعات ما دیدیم که از فرعون‌ها شروع شد تا احمدی نژاد که همه میخواه اینا رو بکشنشون، همه بهشون حمله برن، همه اغلب مردم بریشون میاد از اینا، میگم اغلب مردم بریشون میاد، ادهی هم هستن که یهود در تاریخ ظهور میکنن برای عبدالی بردن اینا مثل فرعون، مثل به حضور شما حضرت محمد، مثل احمدی نژاد و از همه بارستر هیتلر. توجه میکنید چرا این حالا میخوام بکشن اینا؟ حضرت محمد هم با اینا میخواست اینا رو برد به اصطلاح از روی کره زمین برداره. حضرت محمد، حضرت محمد که خودش به روایت کلیمی نه حضرت محمد نگو اینا رو میخواد روی کره زمین برداره، فرعون بعد احمدی نژاد که میخواد روی کره زمین برداره. تاجون میخوام ببینم چه گناهی کردن اینا، چه ظلمی کردن، چه اشتباهی کردن که این همه باید بدبختی بکشن، آوارگی بکشن، همیشه با ترس در اجتماع بشری زندگی کنن. این آدم های خوب نازنین و مهربون این سوال کسی به من جواب نمیده، برای الان من خدمت شما عرض میکنم. البته اگه اجازه بدید، خود کتابشون میگه اینها باید اصلا قوم سرگردان که بهشون میگن نه خیلی اینها جهان وطن هست، هیچ جای دنیا رو وقتی که پیغمبرشون با خدا مثلا صحبت کرد، خداوندش که به شرق نگاه کن، به غرب نگاه کن، همه اینا رو من دارم به میراث تو و فرزندان تو، یعنی اینا همه جای دنیا مال این است. این که اسرائیل شما میبینید که مرز تعیین نمیکنه، برای اینکه اون قسمت صهیونیستی که در اسرائیل حاکمه اون معتقده که کل دنیا مال اوناست، کسی دیگه هیچ حقی از این دنیا نداره، فقط میتونن مردم تو این دنیا زندگی کنن به عنوان بنده و اونها به عنوان سرور، یعنی صهیونیست سرور جهان، بقیه مردم باید بردگی کنن براش، اونها برگزیده خدا خودشون رو میدونن، نه همه یهودی ها رو. حتی پدر و مادران صهیونیست ها که یهودی هستن و یهودی اصیل هم باید باشن تا فرزند اول ذکورشون بتونه صهیونیست باشه، اگر نه هر کسی نمیتونه صهیونیست باشه، که اون آقای چی بود یادم نیست اسمش،
به شما میگم من مسیحی صهیونیستم. مسیحی که صهیونیست نمیشه. آقای کنت تیمرمن. کنت تیمرمن. بله بله بله. صهیونیست باید نسلش مشخص باشه، تمام شجره نامش باشه، پدر و مادرش یهودی اصیل باشن، فرزند داوود و ابراهیم و همسادهان و خدشهی به نسلشون وارد نشده باشه. اون وقت تازه فرزند ذکور اون خانواده میتونه صهیونیست باشه. برادرش باید برادرش باشن، باید نوکرش باشن، باید گوش و فرمانش باشن. پدر و مادرش کارخونه صهیونیستی هست، آدم نیستن، انسان نیستن. اینها رو هیچ کس نگفته که اگر فرصت بشه من تمام اینا رو بعدها توضیح خواهم داد. به هر حال این صهیونیست ها و جهود ها در تمامی سطح کره زمین کسافت کاری شروع میکنن، هر بلایی داره چون میخواست سر مردم میارن و عاقبت به موقعی که مردم میشورن در این گروه اینا فرار میکنن میرن و کی واقعی میمونه؟ یهودی بدبخت خودش تو میرونه کاری نجده جا میمونه. یه آقای هیتلری هم پیدا میشه که همه شونو میرزه تو کوره آدم سوزی و میکشدشون و هزاران بلا سرشون میاره. و در هست یهودی ها واقعا مردمان خوب و انسانی هستن. این پاسخ من بود. اگر سوال دیگه دارید بفرمایید. من خودم یه سوال دارم راجع به کتاب دوستان یهودی و اینکه تورات اونم مثل مرزشون به نظر میرسه که هیچ وقت بسته نمیشه و مثل یک کتاب تاریخ هی مینویسن و هی عوضش میکنن اینا، این چرا به اصطلاح به این صورت هست و فکر کی بوده که این کتاب رو اینجوری نگه داره؟ هستی شما؟ الو؟ بله، این آقای مصطفی زاده توضیح داد که دفعه قبلم تلفنشون یه اشکالی پیدا کرده، گویا نزدیک یه جایی بودن که الان نشون میده وصل هست. حالا 12:08 12:08 12 داره کار میکنه، ولی بذارید من قطع کنم ایشون دوباره زنگ بزنن. در هر صورت نمیدونم، باید این اشکال رو برطرف کنیم. امیدوارم که به زودی از طریق اسکایپ بتونیم با ایشون باشیم که این مشکل چیز بشه، به اصطلاح کم بشه، چون تلفن این روزا میدونید کسی تلفن منزل و اینا نداره، معمولا همین یه تلفن دستی، تلفن همراه بس دیگه کافیه. بچه‌ها دیگه این روزا حتی از کامپیوتر استفاده نمی‌کنن، همین تلفن کامپیوترشون هست، تلفنشون هست، تلفن خونه‌شون هست، ساعتشون هست، دوربین فیلمبرداریشون هست، همه چی هست. منتظر میشیم تا اگه آقای مصطفی زاده مشکلی اونجا داره، من حتی ازشون خواستم که چون 2 ساعت امروز با ما هستن مطمئن بشن که یا چارج هست یا در حین برنامه به چارجر وصل هست، و ایشون گفت من مشکل چارجر ندارم، مشکل این بوده که نزدیک یه جایی بودم که مغناطیس آهنربا و اینا بوده. آقای مصطفی زاده بفرمایید، با شما هستیم. آقای سوربی، من هر وقت به این مطالب میرسم حتی با دوستان 1 ساعت 2 ساعت با تلفن صحبت میکنم قطع نمیشه. وقتی به این مطلب میرسم تلفن من قطع میشه. نشون میده دوستان البته نگید که این دستی چست ها باید توی برنامه بندر دست بندازید که اینم میگه دستی چست ها. من به این مطلب که میرسم نست که یه اتفاقی نیفته که تلفن قطع میشه. خلاصه یک سوالی کردید که من درست متوجه نشدم، اگر ممکنه تکرار بکنم. بله، کتاب تورات میگن بر خلاف کتابای دیگه که میگن کتاب خداست، کسی دست نمیبره داخلش رو عوض نمیشه، میگن این بازه، مینویسنش مثل تاریخ، هی بهش اضافه میکنن. چرا؟ دقیقاً درست میفرمایید. این کتاب مدام توسط صهیونیست 3100 ساله که سابقه فعالیت داره. این در طول تاریخ هر جا که لازم باشه این کتاب کتاب دستورالعمله. گاه دستورالعمل‌ها بر حسب زمان، مکان و شرایط باید عوض بشه. اینها هم عوضش می‌کنن. به طور مثال خدای صهیونیست اسمش یهوه سبایوته.
یه مرتبه از کتاب سبایوسی که کم میکنن، چون مردم میرن توی فرهنگ دوغات میگردن میبینن یعنی یهوه سبایی یعنی خدای درنده بحکی و همساره و هزار چیز دیگه. اینه یه هوری کم میکنن ازش. ضمن این که سازمان یهوه یک سازمان گسترده است، توجه میکنید که با وابستگی صهیونیسم بدون اینکه افرادش بدونن، اون وقت این سازمان با مردم خونه به خونه سر و کار داره، حتما در خونه شما میان زنگ میزنن، از شما کتاب میدن، کتابای دینی یا از این سو. بله بله میان، خیلی هم مرتبن، دو تا جوان معمولا بعد بیشترم با دوچرخه هستن میان. بله با دوچرخه با ماشین همه جوره میان آقا. بله. هر جور بتونن رسوخ میکنن توی خونه، مثل آخوندها که به عنوان روزخون یا هر چیزی خونه به خونه ما رو تحت کنترل داشتن و به همون مرتب یاد میدادن، یا این که به هر حال افکارمون رو کانالیزه میکردن. به حضور شما هست که این یهوهی ها میان با مردم صحبت میکنن، یه مرتبه مثلا مصطفی زاده برمیگرده میگه که آقا این یهوه سبایی یعنی خدای درنده، خدای اسلام میگه بخشنده و مهربان، خدای که اون درنده و وحشی و سبو، بعد اینها رو گزارش میکنن به اون مرکزشون. مرکزشون هم با سازمان صهیونیستی بین المللی تماس داره. این کتاب یهوه میشه یهوه خالی، سبایوزش حرف میشه. میگن تلویزیون نگاه نباید بکنید، گناه داره. بعد به حضور شما هست که این ممنوعیت نگاه کردن به تلویزیون، یا اون مردم میگه آقا ما میخوام خبر بشنویم، ما میخوام چه بکنیم چه بکنیم، شما میگه از دنیا بی خبر بشین، اون وقت باز گزارش میشه به مرکز یا عوض میشه این قوانین و دستور و عمل ها و اینا. به هر حال شما دقت بکنید یه چیز دیگه عجیبتر توی این بین صهیونیست ها و یهودا هست. ببینید میگن ابراهیم پدر ماست، یعقوب پدر ماست، داوود پدر ماست، موسایی که به قول خودشون تو کتابشون نوشته شده اینها رو از بردگی فراعنه نجات دادن، که دروغه، اصلا دروغه. نجات دادن اصلا اسم از موسا نمیاد. حالا دلیلش میدونید چی آقای سرگی؟ نه بگید تا بفهمی. دلیلش اینه که موسا همسری انتخاب میکنه، ایرانی بوده این زن، با خانواده ایرانی ازدواج میکنه. اینها صهیونیست ها و یهود ها با هر ایرانی دشمن هم، هیچ کاری هم ندارن که این مسلمونه یا مسیحیه یا هر کس، فقط ایرانی باشه باش دشمنی دارن و اسمی از موسی نمیارن، اسمی از فرزندان موسی نمیارن. و گاه مثلا به قول معروف میان و هندونه میذارن زیر بغل ایرانی ها که کوروش یهودیان رو از بابل نجات داد، چه کرد و میارنش جزو مقدسین. بعد وقتی خصوصی باشون صحبت میکنی آقای سرلی، وارد صحبت خصوصی که میشه میگه کوروش چه احمقی بوده، یهوه زده پس گردنش، برش گفته باید بکنی، ترجم کنی، یعنی کوروش هیچ کاری نکرده، هر کاری نکرده. این هم نمیخوان از ایرانی چیزی رو به اصطلاح بپذیره. بارها و بارها من صحبت کردم با به اصطلاح دوستان یهودی خودم، همشون خیلی واضح میگن اینا رو میگن و کتمان هم نمیخوان، ولی وقتی به رسانه میرسه اصلا صحبتی از این حرفا نباید بشه. به هر حال ایران رو اصلا به این صورت جز کردن توی این کتاب دستور العملشون دارن که چند کشور باید نابود بشه، از جمله ایران یکی از اون کشور هاست که باید زیستگاه جانوران وحشی بشه، یعنی زیستگاه وحوش، توجه کنید، و بشر توش نباید بشه. همون جایی که فردوسی گفت کشورهایی که باید نابود بشه، میگم همون جایی که فردوسی گفت که دریغ است ایران که ویران شود، کنامه پلنگان و شیران شود، اینا میخوان دقیقا آقای صوفی دقیقا بسیار به جا شما این رو به یاد آوردید، کنام پلنگان و شیران شود که روزی میده، توجه میکنید. حیفه که این طور بشه،
همین ها توجه بکنیم شروع کردن به هر طریقی که میتونن کشورها رو قطعه قطعه میکنن، کوچک میکنن و کوچک میکنن، چون کشور که کوچک شد ضعیف خواهد شد و وقتی ضعیف شد ناگزیره بپره تو دامن اینها و هر چه اینها بگن انجام بده. آسیاب به کل آقای سروی، به کل مردم آسیا باید بردگی کنن، یا باید این بردگی صهیونیسم رو بپذیرند یا باید بمیرند. ببینید در کتابشون چی میگه، میگه اگر کسی حتی در خواب ببینه خدایی رو به غیر از یهوه، اون وقت مردم میگن اسلام بلان اسلام بیشده، میگه اگر در خواب شخص ببینه خدایی رو به جز یهوه، این باید قصدش واجبه باید کشته بشه، چون خواب دیده یه خدایی رو غیر یهوه. توجه دارید؟ اینها در آقای سروی از دوی خواهش دارم اگر یه وقت قطع شدن من مجددن میگیرم، اگر باز نشه با تلفون من با اسکایپ من خدمتون خواهم بود، اگر اسکایپتون هم روشن باشه بسیار ممنونم. من در این جلسه دو دقیقه میرسم به اسکایپم. الان روشن کرده بر. حالا امیدوارم که فرد نشه. ببین آقای مصطفی زاده، میگم شما خصومت اینها با ایران بره. که همون زمان خشایارشاه رو شما به یاد میارید که بحثات من بحث کردم توی چه بریدون در باید که نیمی از ملت ایران رو نابود کردن و اگر اون روز به پایان نرسیده بود شاید که همه ملت ایران رو ماجرای سیزده به در معروف هست و اون جشن چی بهش میگن اونا خودشون، اون جشن پوریم بله جشن پوریم. اینها فرمان داشتن که در همون روز هر چه میخواهند بکنند، فردای اون روز حق نداشتن، یعنی دوازدهم فروردین توجه میکنید سیزدهم فروردین اینها حق داشتن که هر چه میخوان بکنند. بعد از روز سیزده در پایان روز سیزدهم اینها دیگه حق هیچ کدوم از کارا رو نداشتن. این بوده که نیمی از ملت رو توانستن بکشن و نیمه دیگر رو نتونستن بکشن، چون همه فرار کرده بودن و نفسی روز سیزده و سیزده به در بر همین اساسه و مردم روز سیزده با ترس و برد به خانه هاشون برگشتن. ناگفته نماند که آقای نتانیاهو هم وقتی آمد اینجا یک کتابی آورد داد به آقای اوباما و گفت شما برید بخونید با یه حالت توهین به این که یعنی تو ثواب نداری نمیفهمی، گفت برید بخونید ما یک بار ایرانی ها را قتل عام کردیم و این بار هم اگر این احمدی نژاد با ماجرای بمب اتم و اینها باز به اصطلاح دست بردار نباشه این بار کار رو تموم میکنیم. همین که شما میگید این گفت یعنی نصفشون رو اون موقع کشتیم این بار همشون رو میکشیم. دوستان کلیمی، دوستان یهودی یا جود به قول ما یا صهیونیست، اگر در این رابطه میبینید که اطلاعات من غلطه یا آقای مصطفی زاده یه چیزی میگن که شما خوشتون نمیاد دو شاخه تلفنشون رو میکشید بیرون، مهمان ما باشید بیان صحبت کنید. اگر فکر میکنید گفتن ما تأثیر میذاره روی بینندگان، خب حتما گفتن شما و توضیح شما هم تأثیر میذاره. بله این یهوه و این گروهشون هر هفته یه تورایی دارن که همینجوری که شما میگید یه ماشین بزرگ میاد اینا رو پیاده میکنه، بعد اینا بعضی هاشون با دوچرخه از اون ماشین بزرگ، بعضی هاشون پیاده راه میفتن، خیلی جوانای شیک و مرتب کراوات زده و من و شما رو بهشون هم یه چیزی میگن شاهدان یهوه، یه چیزی اینجوری میگن شاهدان یهوه. بله شاهدان یهوه. بله یهوه ویتنس اینجا میگن یهوه ویتنس. البته منم دیگه یاد گرفتم وقتی میان چون اینا جوونن اول تعارفشون میکنم آبشون میدم بعد میگم که اگه شما به خدا قبول دارید دو دقیقه قبل از اینکه شما بیان چون میبینمشون از این بیرون خدا به من گفت که برو دو تا بطری آب برای اینا بیار آبو که خوردن سرشونو ببر. این دوتا جوون چنان نگاه من میکنن میگن که یه دیوانه اینجاست و نمیدونن فرار کنن یا بعد بهشون میگن با وجود من شوخی کردم برید، همینقدر که شما میخواییم به من اون خدای خودتون رو غالب کنید منم میتونم به شما بگم که من قبلا با خدا صحبت کردم، حالا شما ثابت کن که من نکردم. بفرمایید به گوشم.
شما یه فیلمی هم فرستادید که هر وقت میخواین بگید اون فیلم رو نشون بدیم. این آقای بینش والا نمیدونم بینش پژوهش والا من آقای یهودیه بلدیدونم. من نمیدونم چرا باید سرود ما را اینا بسازن، فرهنگ لغات ما را اینها باید نویسن. اگر آقای آریانپور یک فرهنگ لغات انگلیسی پارسی ننویشته بود بقیه همه ما را جود است. بله آقای مصطفی من یه بار اولین بار که ایشون اون کنسرت بزرگ و اینا رو راه انداخت تماس گرفتم که با ایشون مصاحبه چیزی داشته باشم. اگه اشتباه نکنم ایشون همونجوری که شما میگید هم کلیمیه هم اهل شیرازه. و من از شما دوستان میپرسم، دوستان کدومتون تا حالا بچه‌تون که دنیا آمده اسمشو میذارید شاهکار؟ یعنی والا من نمیفهمم. شما شاهکار کردی، مادرش شاهکار کرده، پسرش شاهکار کرده، بعد در صورت بابای سری که گم خورده اون شاهکارشون بوده. این مردک، این مردک اینجا این میخونه که بعدن بتونه مجوز برای خودش بگیره که به اسلام و قرآن و اینا توهین بکنه. تا هیچ اشکالی هم نداره. اگر دین اسلام و قرآن با حرف امثال این خبر بین بره خواهمون بهتر بود که از همون اول بین میرم. اینها زمان خود حضرت محمد هم خیلی تلاش کردن که به اصطلاح حضرت محمد رو بدنام کنن، نمیدونم در قرآن رسوخ کنن و کردن و کردن. و حضرت محمد ضمن این که وحی بهش نازل میشه، آقای سروش بشنو، وحی بهش نازل میشده، ایشون کار بسیار قشنگی میکنه. یک آیه نازل میشه، توجه میکنید، و میگه که آیات قرآن آیاتی دوگانه، متشابه و محکم، از متشابهات پیروی نکنید. هر کس که از متشابهات پیروی میکنه این قصد داره از طریق تفسیر متشابهات انحراف در ذهن شما به وجود بیاره. و اینا اصلا خیلی راحت بهشون میگه که اینا پیروان شیطان هست. این که باز قطع شد صداشون و گفتم راجع به این چیزا صحبت نکنید، برید آقا از طریق اسکایپ تماس بگیرید. مثل که اسکایپ هنوز دوستان اونجا نمیتونن. و جالبه که صدای شما قطع میشه ولی تلفن ما همینجوری نشون میده که الان مثلا دوباره این سری جدید 14 دقیقه و 16 ثانیه و الی آخر. لطف کنید با اسکایپ یا من با اسکایپ باهاتون تماس میگیرم. بله من تماس میگیرم. بله دوستان عزیز، این ماجرای آقای شاهکار، یه فیلمی هم ساخته بود، یه شعری رو دکلمه میکرد درباره آخوندا. و ما دوستان ایرانی بدون اینکه دقت کنیم معمولا احساساتی هی برای من میفرستادن آقا ببین چی گفته، به آخوند میگه که من هر کاری میکنم به تو چه اینا. گفتم بابا جون تو آخرش گوش کن، آخرش هم به من و شما میگه آخوندا هم هر کاری میکنه به من و شما مربوط نیست و فضولی نکنی. وقتی اینو برای چند تا از دوستان فرستادم همه گفتن بابا تو عجب دقتی داری. گفتم من اینجا باید این کار انجام بدم که شماها اینجوری احساساتی عمل نکنید. آقای مصطفی زاده هستید شما؟ بله بله. خب آقا میگم اگه میخواین قطع نشه شما حرف بد نزنید درباره دوستان. حرفای آقای خوب. من حرفم رو میزنم، یک جونی دارم خیلی بی‌ارزشه. آدرسمو دادم به همه دوستانی که فعال سیاسی هستن، تعدادیشون خونه من اومدن، دو تا آدرس دارم، هر دو آدرس بردمشون که یاد بگیرن. اصلا برای من مهم نیست که، یعنی خیلی شائقم، خیلی خوشحال میشم که همین امشب عمر من تموم شه. عمری که بخواین آخرتش فرزندان ما نبا و نتیجه ما بشن نوکر صهیونیست، بشن برگه صهیونیست، میخوام همچین جوری وجود نداشته باشه. همچین زندگی اصلا خواهانش نیستم آقای سرمی. حالا این بساطی هم که راجر اسلام بپا کردن و بهاشی به اسلام، نمیدونم چه ایجاد داعش، ایجاد طالبان و نمیدونم کفت و زهر ما، تمام اینا برای بدنام کردن اسلامه. البته اینو به شما عرض بکنم،
میگم یه میلیارد خورده ای مسلمان در دنیا وجود داره. خیر، همچی چیزی نیست. کسی که میگه من حنفیم، شافعیم، نمان پیم پیم، این مسلمون نیست. که مسلمون یعنی کسی که فقط خدا و قرآن را قبول داشته میشه، بقیه همش حرفه، همش صوتی که به اینا خوروندن بیشترش هم از طریق همین آقایین یهودا که رسوخ میکنن بین مردم. الان در حکومت جمهوری اسلامی شهادت خیلی از مؤمنین به اسلام الان در جمهوری اسلامی چند تا یهود هست ترجم کنیم که در رأس کار هستند و کارهاشون پیش میره توی ایران. اینها به همه جا رسوخ میکنن. به هر حال آقای شوری در این باره بحث خیلی زیاده و خیلی دقیق که اگر بخوام صحبت کنم فکر کنم یک ماه بتونم یک ساله صحبت کنم. اگر شما باز هم چیزی که به نظرشون مشکل بوده یا این که مثل همون مرزهای اسرائیل و اینا اگر بفرمایید من حاضرم جواب. من ممنونم از شما. اجازه بدید این رو به دوستانم منتقل کنم. دوستان اگه شما هم سوالی دارید، چه درباره این برنامه ها، چه سوالاتی خارج از برنامه که میدونید آقای مصطفی زاده ممکنه پاسخ داشته باشن یا براشون مهم باشه، نظر شما رو، نظرتون، پاسخ چیتون با اصطلاح با ایمیل zia1942@gmail.com یا اگر نمیخواین میخواین پیام بذارید، من شماره تلفن‌ها رو گذاشتم. شما پیاما، گرچه آقای مصطفی زاده گفت من فقط میخوام مکتوب باشه، بفرمایید من گوش میدم و اگر سوالی به نظرم رسید با اجازهتون میام و میپرسم. بفرمایید. یکی از آقایون، دو تا دو نفر از آقایون در برنامه‌شون در رابطه با ایرانی صحبت کردن و گفتن که چون اون داستان احمقانه به پایان رسیده، من بازم بهشون میگم آقایون تو هم بدن من هستن. این آقایون گفتن که ایرانی میدونه چی نمیخواد ولی نمیدونه چی نمیخواد. چی میخواد؟ من در این باره و در باره که اصلا وطن یعنی چی، مملکت یعنی چی، میهن یعنی چی، میخوام یه توضیحاتی مختصر بدم به حضور شما. وقتی ما میگیم ایرانی نمیدونه یعنی یه نفر آدمه نمیدونه، یه نفر، در حالی که در رابطه با یک ملت داره صحبت میشه. این رو یک جنرال احمق آمریکایی گفته بود. به حضور شما یک ملت از خانواده ها، از قوم ها، از اقشار مختلف، همه از اقشار مختلف تشکیل شده. این نیست که ما بگیم که این یه نفره. هر قشری خواهان یک مطلب و یک چیزی هست و مطالبات خاصی داره برای خودش. اینه که همه میدونن چی میخوان ولی زمینه بیان خواسته ها وجود نداره. هر وقت هم که ایرانی ها نزدیک میشن به این قضایا یک شرشور دفاع خواهد شد و موضوع کمبرهون تلقی میشه و تموم میشه میره به کارش. این که آقای صوری چند بار شما هم صحبت کردید که میان طرفدارای سلطنت فحاشی میکنن، طرفداران مجاهدین میان فحاشی میکنن. آقای صوری باور کنید افرادی هستن که میان بینام و بینشون فحاشیشون رو میکنن به ایرانی ها، میان توی فیسبوک، میان توی یوتیوب، همه جا هر چی دلشون میخواد میگن به نام سلطنت طلب، به نام مجاهد و به نام های دیگه. بین ماها اون وقتی میشه من شک میکنم به شما، شما شک میکنید به من، اون شک میکنه به اونگه که و بین ما ها یک بلبشوی درست میشه و حرف هم دیگه نه اعتماد میکنیم نه گوش میدیم و مرتب با هم جنگ و دعوا داریم. این جنگ و دعوای ایرانی دلیلش وجود جهودهایی هست، داریم تکرار میکنم، جهودهایی که بینام و نشان در رسانه ها ظهور میکنن. این مثلا
مطلب بعدی آقای سوری اینه که ملت رو برشون عرض کردم، خیلی مختصر میگم من با این ماه من هرچی میگم آقای سوری پراکندگویه و به قول خودم محملات. من برنامه هم از اول برج آینده شروع میشه که از این گرفتاری که این ماه دارن در میام و با فکر باز بتونن برنامه همو درست اجرا کنن. این همه پیش درآمده هاییه که با پراکندگویی دارن میگذارن. من هر بار ملت گفتم که افکار ملت بسیار متفاوتن، افکار، عقاید، خواسته ها، مطالبات، همه چیزشون با هم که برداره. این ملت یک نفر نیست که بدونه که چیچی رو میخواد چیچی رو نمیخواد، همه چی رو میدونه، همه چی رو میفهمه، زمینه بیان مطلب تا حالا براش به دستش نیامده، تا حالا چنین فرصتی براش پیش نیامده که بگه. بعد میان سراغ میهن جناب شوش و بیننده عزیز هم بدم گرامی، کشور میهن یک ملک مشاه، ملک مشاهی که فقط مال بنده و شمایی که حاضرین نیست، کشور میهن مال کسانی بوده که اون رو تشکیل دادن، به دست ما سپردن به صورت امانت که ما در زندگی کنیم و بسپریم به آیندگان. ما حق نداریم برای جدایی یک میلیمتر از این خاک تصمیم بگیریم، چون این کسانی که نیستند هنوز به دنیا نیامدند حق و حقوق دارند از این کشور و تا اونها نیاد به سن قانونی نرسند که این سلسله میرسه به اون سر دنیا و پایان پذیر نیست، کسی حق نداره که یک میلیمتر از خاک کشور رو به هر عنوان مثل عناوینی که بحرین رو از ما بریدن یا این که ارمنزود رو بریدن یا امثال هم، کسی که این حقی رو نداره بی خودی تیه طرف ها ننشینن نقشه بکشن، بی خودی موضوع فدرالیزم که اساس تجهیز مطرح نکنن. فدرالیزم برای تکه تکه کردن معلومه در خطکشی های خاص و بعد هم همونطور که کشورها رو میگم تکه تکه میکنن، جایبشون میکنن، این فدرالیزم اول ملت رو تکه تکه میکنه، بعد کشورش میکنه، بعد اون کشور رو چی جلا میکنه و تو سر همه میزنند قدرتمندهای جهان. و تا امروز هم آقای سوری غرب توسط صهیونیست اشغال شده، به اصطلاح تسخیر شده و غرب فقط در نشوندگان صهیونیسم درش حاکمند. اگر شما اون امثال ترامپ میان سر کار، امثال جورج بوش میان سر کار، اوباما میان سر کار، اینها بدون اجازه صهیونیسم هیچ کاری نمیتونن بکنن. بسیاری میگن 300 نفر میشینن تصمیم میگیرن، خیر، 300 نفر صهیونیسم تصمیم گیرنده نیستند. 300 نفر صهیونیسم هر کدام، ببخشید میگم 300 نفر، تعداد زیادی صهیونیسم هر کدام 300 نماینده از بهترین متخصصین در هر زمینه‌ای در اختیارش. این متخصصین هستند که مزدگیر اونها هستند، کارکنان اونها هستند، تصمیم میگیرند و اون عمل میکنند و همیشه موفق بودن تا این تاریخ، کاملا موفق بودن. در حال آقای سوری این همون چیزی که بهش میگن تینک تانک یا مغزای متفکر دیگه، نه؟ بله بله، مغزای متفکر. اینها نمایندگانه، هر 300 نفر نماینده یک صهیونیست فقط، حقوق از یک صهیونیست میگیرن، بعد اینها در جلسات خودشون میشینن تصمیم گیری میکنن و شما ببینید چه جمعیت عظیمی
حاصل تصمیمات رو میفرستم به مرکز صهیونیستی، اونها وقتی تصمیم جدی و به اصطلاح نهایی رو اونجا اتخاذ میکنم و به معلوم میگم. اینجا آقای سرمی، من میدونم یکی از انتقادهای شما که در ساعت دوم خواهید کرد اینه که ما سنگ بزرگ برداریم، سنگ کوچک برداریم و کم 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 آروم آروم بریم جلو. جناب سرمی، باور کنید اگر شما رو یک قصر بهتون بدن، شما تو اون قصر زندگی کنید، تمام اتاقا متعلق به شما باشه، یک اتاق از اون قصر سگ مرده و لاش مرده و حیوانی توش مرده باشه، موجند اون لاش مرده اجازه نخواهد داد شما تو اون خونه تو اون قصر زندگی کنید تا اینکه اون اتاق پاک بشه. امروزه اون اتاق موجندی که لاش مرده درش هست اول آمریکاست، بعد اتاق دوم اروپاست. شما به ستاره های روی پرچم آمریکا نگاه کنید، به ستاره های اتحادیه اروپا نگاه کنید، کسی معنی اینا رو آیا نباید جستجو کنه که معنی اینها رو چی هست؟ ستاره آمریکا و ستاره اروپا یعنی یک مثلث که میدونید مثلث نشان اتحاد و قدرته، یک مثلث قاعد شکسته است یعنی پای شکسته که مثلث صهیونیسم اومده اینو حفظش کرده نگهش کرده. حالا من دوربینم که باشه توی تلویزیون براتون توضیح میدم، مثلث رو قشنگ نشونتون میدم که خیلی واضح همه بفهمن که اروپا و آمریکا و غرب کلن و تعداد زیادی هم از کشورهای شرقی تن دارن به این قضیه یا معنی این تدارا نمیفهمن. این مثلثی رو که مثلث تحیانیش اومده دو کشو گذاشته رو پایه که شکستگیش رو نداره بیشتر بشه یعنی حمایتش کنه، اون مثلث تحیانیش ده که اگر برداشته بشه اون پایه میشه یک خط مستقیم و دیگر مثلث خبری نیست و باید بره نابود بشه. توجه میفرمایید این همینی که بهش میگن ستاره داوود؟ همین، نه ستاره داوود دو مثلثه، یک مثلث صهیونیسته که یک زاویه‌اش رو سمت بالاست و صعود میکنه، مثلث بعدی مثلث یهوده. آره اون دوتا مثلثه، یه چیز شیش زدی دو که پیکانش رو سمت پایینه که یعنی باید صعود کنه و کم 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 از بین بره. فقط تحجونی در دنیا فرمان روایی بکنه، نه هیچ کسی دیگه. یهودی هایی که از این مسائل خبر ندارن بی جهت دفاع نکنند از تحجونی. سازمان کاریکات هست، قدی ترین پول دارترین سروتمندترین سازمان جهانه، مال این آقایونه، به قول بعد جا گفتن یه از مال احترون. این سازمان چیه باز حواظ ندارم هی یادم میده، به هر حال اینا سازمان های متفاوتی دارن، متفاوتی دارن که اومده بودن در ایران. شاه هم قرار بود توی سازمان قرص بشه، بعد فهمید که اول باید شخصیت آدم کاملا ظاهر بشه، فرمانبر بشه، زنجیر به گردنش باشه و فرمانبری بکنه تا بتونه. شاه قبول نکرد دیگه آخری، بعدا اولین عملی که باید میکرد این بود که کاری رو که هماهنگ میکنن، کاری رو که همجنس طلبان میکنن باید روی شاه هم انجام میشد که شاه قبول نکرد، خیلی شد و نخواسته. باز اسم اومد رفت به حضور رفت که به هر حال آقای سرمی چی فراماسون ها نیستن؟ فراماسون ها؟ بله بله فراماسون ها، فراماسون ها یک شاخه از فرمانبران صهیونیست ها هستن مثل جوگ ها. بعد تکلیف اروپایی ها چیه این بسن؟ اینجا بهشون میگن فریمیسون یا بناها و معمارهای آزاد. بله بله، اینها در
از در آغاز بناها بودن، بناهای بسیار خوب و چیز که بعد به اینها هم مجبور کردن و کشیدنشون زیر اخیه و اینها رو به این صورت داره بودن که اگر تو اجازه باشه باز در برنامه های آینده من خدمت رو عرض خواهم کرد. سازمان فراماسونری باز وابسته سازمان صهیونیستیه و اینها هم که شخصیت کلان کشورها، حیثیت کلان کشورها، شعور و غیرت و هر که اسم میذارید اینها رو اول ظاهر میکنن، بعد اونها رو در اختیار میگیرن مثل سگی که زنجیر به گردن، مثل حیوان خانگی مجبورن که از اینها اطاعت بکنن. شما فکر نکنید که اگر آقای اوباما اومد سر کار هست و یعنی که رئیس جمهور هست بده معاونش فقط دستش باستده بود اسمش چی بود آقای ویلسون؟ بایدن؟ بله بله جو بایدن. آقا اگر یه اگر کش هست میزد پس جرده میشنید که دمر بیفته زمین. اینها قدرت این که خودشون کاری بکنن ندارن. قربی ها دارای همون ستارن که اگر صهیونی حمایتش رو برداره از اونجا اون زاویه نوکه پیکانش رو از روی شکستگی اینا برداره اینا سقوط میکنن و از بین میرن. در جمعه شما ببینید اروپا چی داشته که امروز هایی میگن رونسانس کرده نمان چه کرده چه کرده نخیر هیچ کاری نکرده. اروپا تحت حمایت صهیونی به این درجه رسیده. هر کشوری هم که اعلام برگزی بکنه در برابر صهیونی پیشرفت خواهد کرد. Oh.